بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به پارت 12 بازی استریم لایف سیمولیتور. بعد از گیم پلی قبلی که از این بازی گذاشتم، یه ورژن جدیدم ازش اومد که منم سریع دانلود کردم و گفتم گیم پلیشو واسهتون بذارم. بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن براتون نوشتم، حتما تو اون دو تا هم جوین بشید. چیزی هم بهتون بگم که چرا یه مدتی کم کار شدم و کمتر دارم ویدیو میذارم. چند تا مشکل کوچیک واسم پیش اومده، یه ذره دست چپم مشکل پیدا کرده، خیلی راحت نمیتونم باهاش کار کنم و داشتم دکور اتاق عوض میکردم که کروماکیو بردارم. همونطور که میبینید الان بک‌گراند اتاقم دیگه بک‌گراند واقعیه، ولی هنوز کامل نیست، یه ذره دیگه کار داره. خب دیگه خیلی لفتش نمیدم، بریم سراغ بازی. خب از پارت قبلی که گذاشتم تقریبا میدونید چه اتفاقایی افتاده، فقط من خودم یه ذره دیگه بازی کردم و یه کارهایی انجام دادم که الان بهتون نشون میدم چه اتفاقایی افتاده. تا اینجا رو که فکر کنم توی پارت قبلی دیده بودین، این سیستم رو چیدیم، این مبله رو ندیدین اینجا فقط، و فکر کنم هموم دستشویی و اینا رو هم دیدید. توالت فرنگی رو یکی اومده پرت کرده وسط دستشویی، نمیدونم چرا. یه اتفاقای دیگه هم این طرف افتاده، یه یخچال دیگه خریدم و کلی غذا مزا و این جور چیزا. قامزم زنده است فکر کنم هنوز، فقط نمیدونم کجا رفته. بذار صداش کنم ببینم کجاست. ظاهر شد. جن لامصب هستن. بیا یه ذره غذا بهت بدم نمیری. قامز ایز بک. قامز جدید و چند روزه که تونستم زنده نگهش دارم و داره حال میکنه باهام تو این خونه. رسیدگی کامل کردم بهش قشنگ. یه غذای دیگه هم بهش بدم که انرژیش فول فول بشه. قشنگ بازم نشد. بابا تو دیگه چه لاشخوری هستی، چقدر گشته ای مگه تو پسر، چند روزه بهت غذا ندادم، دیگه بمیر دیگه تو رو خدا. 95 اوکیه دیگه. یه ذره میرفتم تو در و دیوار و اینا، به پرو پلیر بودن خودتون ببخشید، دستم خیلی مشکل داره و راحت نمیتونم باهاش کار کنم روی کیبورد دیگه، ببخشید دیگه. خب بریم سیستم رو روشن کنیم. فکر کنم تو این پارت باید بیشتر از همه استریم کنیم و لول استریممون رو ببریم بالا که بتونیم اینا رو باز کنیم. یکی از بچه‌ها تو کامنت ها بهم گفته بود که ایکس رو بزنی این منو باز میشه، دمت گرم، خیلی کمکم کرد. ولی من یه دونه از این کرونا گرفتم، اینو باز کردم، ولی هنوز نمیتونم ماینر جدید بخرم، نمیدونم چرا. باز میگه اسکیل تو باید ببری بالاتر. فکر کنم الان یه دونه کرون دیگه دارم، این یکی هم میگیرم ببینم میشه یا نه. اینم باز شد الان دیگه. الان دیگه باید بتونم برم چند تا ماینر دیگه بخرم. اگه نشه یه ایرادی یه جای کار هستن. حالا اینا خیلی ادامه داره و میره بالاتر. من اصلا فکر نمی‌کردم این بازی انقدر مفصل باشه و چیزای مختلف داشته باشه. فقط چیزی که هست نمیذاره مثلا اونایی که قفلن رو ببینی چی ان هستن. الان این مثلا چیه؟ آها اینو که بازش بکنی میگه کمتر نیاز داری بری دستشویی. اینم خیلی چیز خوبیه. این دستشویی هم خیلی تو مخه. این نمیدونم چیه. اینم میگه که آشغال تولید کردنت سرعتش میاد پایین‌تر، ولی آشغالا رو من نمیدونم اصلا کجا میذاشتم. من تا حالا آشغال نذاشتم بیرون اصلا. یکی چیه؟ اینم به اینونتوریمون اسلات اضافه میکنه، اینم خیلی به دردم میخوره. این یکی هم که میتونیم توی زوتیوب ویدیوهای بیشتری آپلود کنیم، لیمیتمون کمتر میشه. الان که این حرکت رو کردم، من برم یه سر تمام کارامو انجام بدم، بیام سر سیستم ببینم چقدر پول دارم، اگه بتونم برم یه ذره دیگه ماینر بخرم که پول بیشتر به دست بیاریم. من خیلی پول لازم دارم. خب قامز جان شما برو بگی بخواب که خیلی سر راهی همش، متاسفانه. نمیدونم تو چرا اینقدر مزاحم من میشی. باید دستشویی مسشویی و اینا هم برم که همه چی اوکی باشه، همه چی رو قشنگ صفر و صد کنم که بریم سر کارمون دیگه. یه شاش دیگه هم اگه بزنی فکر کنم اوکی بشه. این با یه بار دوش گرفتنم تو این حمومه انگار صد میشه. بله حموم که خوب باشه اینجوریه، توش سری تمیز میشی. خوابم هم که نمیاد، هلتزم پایینه، گرستم هم هست، دارم میمیرم هستن از گرسنگی. بذار بریم یه چیزی هم بخوریم بعد بریم سر کارمون، خیلی اوضاع خرابه. یه دونه غذای سالم گرفتم واسه شبیه میگوه ولی نمیدونم چیه. یه دونه سوشی نوشابه و شیرکاکو هم واسه گرفتم که عشق کنه دیگه. با این کاراکتر خیلی داشتم حال میکردم، ولی مثل اینکه $1000 دیگه گیر کرده بود تو گلوش، نذاشت درست کارمون رو انجام بدیم. الان این غذا بخورم بازم میافتم بیمارستان، یعنی همشون خراب شد دوباره. غذای این طرف چی؟ بذار ببینم این ور چی دارم. اینا که قدیمی ترم هستن حتما خرابن دیگه. بذار سالاد بهش بدم شاید یکم حال روزش بهتر شه. نه خیر همه چی خراب شده، ریده شده اصلا تو همه چی. این داستان این که غذا هم کی خراب میشن و باید تاتوشو در بیاریم هممون، خیلی عجیب غریب خراب میشن. فکر کنم دو روز اگه بمونه توی یخچالت هم خراب میشه. خیلی غذاهای حساسی ان همشون.
خب ما که سوخت و دادیم همین اول بازی، بریم بشینیم سر سیستم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که جبران کنیم این اتفاقاتو. استریمو باز میکنیم، فکر کنم 8265 بود، خیلی وقت بازی نکردم ولی هنوز یادمه. پول مول اینجا چه خبر؟ 165 دلار که مفت نمیارزه. استریمم باز میذارم که بچه‌ها بیان دونیت بکنن و اسکیلمون هم بره بالاتر. 2200 گیم، لتس گو. خب تصویر خودم خوشبختانه اومده دیگه توی وبکم، این مشکل رو ندارم. دو تا هم مودریتور دارم الان. بریم ببینیم ماینرا چیکار کردن، میتونیم یه زد و بندی بکنیم، یکم پول بزنیم به جیب یا نه. پروفیتو 595 596. خب خوشبختانه بیت کوین خوب ماین کردیم، فعلا پول مول دارم، مثلا اینکه فکر کنم تو جیبم هم نقد داشته باشم یه چیزایی. یه سر به ولتم هم بزنم ببینم چه خبره اونجا، اگه بتونم الان ماینر بخرم چند تا که عالی میشه. از بانکو ببینیم چه خبره، اثر انگشتم میزنم هیچ مشکلی نداره. توتال مانی این کارت 4639 تا، توتال مانی این ده ولت 3648 تا خوبه، توتال مانی این ده اکانت هم 1500 تا، خوب پول دارم، بد نیست. 3648 تا پول دارم، هر ماینر 700 تا بود، تقریبا 5 تا ماینر میتونم بخرم الان. خوبه همون 5 تا هم من راضیم. بذار ببینم سیستم اکتیو هست یا نه. این اکتیو نیست. بریم اول این ماینرا رو ببینم میتونم بخرم من یا نه با همین پولی که تو جیبمه. قامز بیا بریم. بیا تو رام میخوام با خودم ببرم که اگه یارو ماینر بهمون نداد این دفعه جرش بدی تو. یا سریع بریم پیش ماینر فروشه که خیلی ماینر لازم دارم. اصلا عجیب غریب کل خونه رو میخوام ماینر بچینم. اون خونه قدیمیه رو خیلی وقته بهش سر نزدم، اونو که کامل ماینرش میکنم. بذار ببینم یارو کجا بود. چرا خودتو قایم میکنی همیشه از من؟ نمیخواد ماینرشو بفروشه به من، آدم بخیلیه، دوست نداره اصلا من پولدار بشم. نمیدونم چرا اسکل این همه پول من به تو دادم، میام اونجا باید تعظیم کنی جلوم. قامزم مثل بنز داره میدوه میاد دنبالم. جون مادرت بفروش دیگه، اذیتمون نکن. بازم نمیده که. پس اینا به چه دردی میخورد این همه اسکیلی که من گرفتم؟ این همه اسکیل جدید من باز کردم بازم ماینر نمیده به. چرا همچین اتفاقی افتاده آخه؟ من چه گناهی کردم؟ خب اشکالی نداره، من همین الانشم هم به درآمدی که از این ماینر دارم راضیم. تازه قیمت بیت کوین هم کلی رفته بالا، خیلی بیشتر از این صحبت ها باید به من پول میداد. خونم کو. همه چی رو فراموش کردم، چند وقت نیومدم بازی کنم، از دستم در رفته چیزایی. برم سر خونه زندگیم ببینم چه خاکی باید بریزم تو سر این یارو. اوه اونو ببین، زد ترکون، ماشین پلیس زد یارو رو کشت. آیسا بی وجدان سکته کرد. آخ 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 چه استایل داغونی هم داشت یارو، خدا رحمتش کنه. بخورش قامز، اون غذای توه، هر کاری دلت میخواد میتونی با اون جنازه رو زمین بکنی. ماشینم هم که بنزین نداره و فعلا اصلا حوصله بنزین زدن ندارم، و نه اون خونه قبلی هم یه ذره کار دارم، حتما باید یه سر اونجا بزنم. دمش گرم. یکی دیگه از بچه‌هام گفتش که اون قرصا رو از کجا باید بگیری. فعلا برای استریم کردن زمان خیلی مناسبی نیست، مثل اینکه خوابم میاد خیلی. من یه چرت میزنم قامز جان، تو هم بخواب که فردا خیلی کار داریم. خب یه روز خوب آغاز کردیم، احساس میکنم که من امروز قرار پولدار شم. یه حسی بهم میگه تو امروز پولدار میشی. امروز کلی پول به جیب میزنی. اینجا یه آشغالدونی علکیه، من دره رو باز گذاشتم، هر دفعه اشتباه میرم. بذار اینو ببندمش. یه دستشویی فست برو ببینم. دوشتم بگیر، غذا مزام همشون گوه گرفته، اونا رو دیگه نمیخورم، غذای جدید باید بخرم. قامز پسرم یه ذره تو برو بخواب تا من کارا رو انجام بدم، صدات میکنم بیا غذا بخور. برو بخواب، اینجا راهروهاش باریکه. هی وای میسی سر رو، تو مخ منه و این بد تو مخ منه سگه این دفعه، یعنی فقط به خاطر شما این دفعه سگ خریدم من، وگرنه یعنی امکان نداشت دیگه نونخور اضافه بیارم. خب استریمو استارت میکنیم و میریم کارهای روزمرهمون رو انجام میدیم. شاید واسه سریا جالب باشه که من امروز میخوام چیکار کنم. مثلا چند تا غذا باید بخرم. فکر کنم قامز غذا داره، زیاد چیزی لازم نداره، ولی خودم خیلی چیز نیز میخوام. غذا رو باید یه جوری بخرم که تو دو روز تمام بشه، نه باید زیاد غذا بخرم چون همشون خراب میشه دیگه، دیدید. همین چند تا فکر کنم بس. الان قامز هم که غذا داره و چیزی نمیخواد. میتونم یه استریم سوئیسی هم واسه بچه‌ها بذارم، ولی به شکل دیگه. میخوام بازیای هیجان انگیز رو این دفعه انجام بدم توی این استریم. مثلا اولین چیزی که این دفعه میخوام بازی کنم هورسه. میخوام یه شرط بندی کنم روی این اسبا و پیشبینی کنم که کدومشون اول میشه. 600 دلار که خیلی زیاد بود، مثلا سر 300 دلار فکر کنم خوب باشه. اگه ببرمم سه برابر میشه 900 دلار بردم. من احساس میکنم که این دست آبی قراره برنده بشه. نمیذاره استارت ریسو بزنم، ولی آبی برنده است. آبی رابیو، رابیو فابی، ماشاءالله آبی، ماشاءالله آبی، برو برو آبی باریکلا.
اه برو دیگه بابا، آبی داشت میبرد لعنتی، کی زد جلو آخه آشغال. از این اسبای زرد من بچگی بدم میومد، این دفعه احساس میکنم قرمز میبره، یه $300 دیگه هم میبنده. برو ماشاءالله، برو ماشاءالله. سبز رفت، سبز رفت، بدبخ شدیم، سبز رفت. برو قرمز، برو قرمز لعنتی برو. دفعه پیش زرد برد، این دفعه سبز برد، این دفعه دیگه آبی میبره. حالا همه پولمون رو اگه به گه نکشیدیم ما تو این بازی. بابا بازم زرده داره میره که من اصلا استعدادی تو این بازی ندارم، همینجا بی خیالش میشیم. قرمز فکر کنم میبره این دستو. خب تقریبا $1000 رو باختم، اگه بتونم یه دونه درست پیش بینی کنم تمام پولی که باختم رو در میارم. این دفعه قرمز برد، تقریبا داره بین اسبای جورایی میچرخه. دست قبلی سبز برد، دست قبلش زرد برد، این دفعه قرمز برد، این دفعه دیگه آبی میبره دیگه. به جان خودم این دفعه آبیه، باور کن آبی برنده است این دست. برو ماشاءالله، برو ماشاءالله، باریکلا. شل نکنی ها، شل نکنی زرد رد میشه، شل نکنی بابا، باریکلا سلطان پیشبینی. عالی عالی، هرچی باخته بودم بس گرفتم ازشون، ولی دیگه شرط بندی نمی کنم روی اینا، اصلا بهم حال نداد، واقعا راضی نبودم این بازی. استریممون هم بسته شد و بعد بریم یه سری کارما رو انجام بدیم. به شدت خوابم میاد، گرسنم، کلی مشکل دارم، غذام هم رسیده، میتونم همینجا کارشون رو انجام بدم اینا رو. اینو که بخور همین الان، یه چیز دیگه هم اینجا گرفتم، اینم بخور، بقیه رو هم میبریم میذاری تو یخچال. غذا قدیمی ها هم همه رو باید بریزم دور، باید بریزم سگ بخوره اونا رو. آخ آخ، راستی به قامزم باید غذا بدم، اون بنده خودم میفته میمیره دوباره، اصلا حال و حوصله ندارم. خب اینا رو باید ببرم بچینم مرتب توی یخچال. اول اینو میذارم این رو، تمام یخچالو خالی میکنم. اینا که همش خرابه، درسته؟ فکر کنم همشون خرابه، اینا همه رو باید ببرم بریزم دو. این خونه نمیدونم سطل آشغالش اصلا کجاست، بذار اصلا یه دونه نوشابه بخورم ببینم اتفاقی میفته، بازم حالم بد میشه، خدا کنه نشه. اوه مردم. ای بابا همینجوری هزار تا نگاه کن چیجوری ما میدیم به این لاشخورا. باید برم اون داروه رو بخرم حتما. اینا رو باید ببرم بریزم دور. بذار سر برم پایین ببینم آشغال دونی این ساختمون کجاست، بعد میام به قامزم غذا میدم. آقا زباله دونی کجاست؟ سر قرآن بذارید من اینا رو بریزم دور، کل خونم شده آشغال. اون خونه سطل آشغالش دقیقاً دم در بوده و این نمیدونم کجاست اصلا. چیزی که فعلا این دوروبر من ندیدم اصلا، این چیه؟ اینم شبیه سطل آشغاله ولی خیلی کوچیک به نظر میاد. حالا اینا که دیگه به درد من نمیخوره، همشونو همینجا میچینم بیرون، هر کی خواست بیاد ورداره بره بخوره بمیره. نمیشه البته اصلا اینا رو اینجا گذاشت، بعد بذارمشون تو خونه. اوه اوه، قامز قاطی و عصبی عصبی، فکر کنم بد جوری گوش نشه. اصلا نگران نباش، الان غذای تو رو میده. آقا من اینا رو کجا باید بندازم دور؟ آشغال دونی کجاست؟ اینا رو فعلا همشونو میچینم همین بغل تا بفهمم سطل آشغاله کجای دیگه. هیچ نظری ندارم الان راجبش، نکنه فکر کرده من اینجا جا بلند میشم میرم دم اون خونه اینا رو میندازم دور. اگه همچین فکری میکنی که سخت در اشتباهی، من حاضرم بخورم تمام اینا رو نرم تا اونجا. آخ آخ، چه چیزایی خراب شده، حیف. البته اینا جدید بود و اینا رو جدید خریده بودم فکر کنم، بذار یه دونهشو بخورم ببینم. اینا هموناییه که الان خریدم، آره اینا آشغال نبودن اصلا، ولی خب فعلا که اصلا نیاز ندارم به هیچ کدومشون، اینا هم خراب شدن به درک دیگه. بذار غذای این بچه رو بدم، حالش بد میشه. با 3 غذا دیگه فکر کنم کارت راه میفته دیگه، نه؟ 1-2-3 100%، هدسش هم داره میاد پایین، باید برم اون آمپولا رو بخرم هر چه سریعتر. هر موقع بتونم ماینر اضافه کنم، ماینر بیشتر بخرم، حتما اولین کاری که میکنم میرم ماشین میخرم باش. کلی هم وام و قسط و بدهی دارم عجیب غریب، یعنی بد جوری بدهکارم، اصلا نشونتون بدم کرکوپرتون میریزه. آقا من غذای تو رو دادم، برو تخت بگیر بخواب داداش، برو بخواب با شکم سیر که من خیلی کار دارم، باید به بدبختیامون برسیم. یه بار دیگه میایم اینجا، من استریمو اول از همه باز کنم که خیلی لازمش دارم. استریمو که الان باز کردم، اینجا این پایین نواره داره پر میشه، من تا 67-8% رفته بودم، چرا کم شد؟ آها یه دونه کرون گرفتم. خب الان من چیکار باید بکنم که این ماینره رو بیشتر بتونم بخرم؟ اینو که گرفتم، اینم گرفتم. آقا من دوتا اینو باز کردم الان، increase the number of miners you can buy. خب من دوتاشو تا حالا باز کردم ولی بازم نمیذاره ماینر بخرم. دیگه چی اینجا به دردم میخوره که ازش استفاده کنم؟ آشغاله که به دردم نمیخوره زیاد، این آپلودم اصلا به دردم نمیخوره، ولی اینو باید باز کنم تا بتونم برم روی این دسته. الان فکر کنم بهترین چیزی که میتونم بازش کنم این کیف است. اینم باز میکنیم که بتونیم آیتم های بیشتری برداریم.
بذار ببینم الان مثلا چند تا شد این آیتمو من گرفتم. یه دونه فکر کنم اضافه شد، نه یه دونه دیگه اضافه شد دیگه، 5 تا بود شد 6 تا. خب بازم خوبه، اینم خیلی به درد میخوره. یه نگاه دیگه هم باید بندازم ببینم چقدر بیت کوین دیگه ماین کردیم. من استارت نزده بودم مگه استریمو؟ خسته شدی دوباره به همین زودی؟ بابا خیلی تو تنه لشی، اصلا آدم تنبل تر از این من ندیدم. نمیدونم چرا تو شغل استریمری رو انتخاب کردی آخه. خب خدا رو شکر ضررایی که تو این چند وقت دادیم و با بیت کوین ها جبران کردیم، اینا رو هم میفروشم و 2000-3000 دلار دیگه میزنیم به جیب. تو این پارت فقط تونستم ذره پول در بیارم و یه ذره به زندگی عادیم ادامه بدم و دو تا اسکیل باز کنم از همه مهمتر. تو پارت بعدی میخوام برم یه تغییراتی تو خونه قبلیه بدم و یه ذره دارو مارو بگیرم و ببینم چقدر میتونیم پول در بیاریم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی رو ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.